عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت تمام شما بیننده های عزیز. خوش آمدید میگویم شما را به یکی دیگر از برنامه های ورزش و سلامتی. در این برنامه قرار است تا سبک ورزشی رزمی چوایلی فود کنفو چینی را برای شما بیننده های عزیز معرفی کنیم. چوایلی فود کنفو به عنوان سیستم جنوبی شناخته می شود، ولی در هر دو بخش جنوبی و شمالی ریشه دارد و بنیانگذار این سیستم چانگ هونگ می باشد. چوایلی فود کنفو یکی از سبک‌های کنفو است که تحت تاثیر کنفو چینی شمالی و جنوبی می باشد. و حال مهمانی با خود داریم که استاد سبک چوایلی فود کنفو چینی هستند. جناب استاد سلام بر شما، خوش آمدید. سلام بر شما، خسته نباشیم. زنده باشین، تشکر. جناب استاد، در آغاز اگر میشه یک معرفی خدمت بیننده عزیز از خود داشته باشین. با نام و یاد خداوند مهربان و تقدیم یک سبد سلام ورزشی به حضور شما جناب آقای یارزادی عزیز، بینندگان تلویزیون شما. حمید خالقی هستم در خدمت شما. زنده باشین استاد حمید خالقی. استاد، میشه برای ما و بیننده عزیز ما بگین که چند سال میشه که ورزش میکنه؟ بنده با یاری خداوند از سال 1360 که من فعالیت ورزشی را آغاز کردم و رو آوردم به ورزش و تا سال 1366 دوره آموزش خور به مدت 6 سال گذراندم و به سال 13 اواخر سال 1366 به صفت استاد ورزش، مربی ورزش شناخته شدم و به درجه مقدس استادی رسیدم. بسیار عالی. استاد، این سبک ورزشی که شما پیش میبرین میشه برای ما بگین که این سبک را از کجا آموختین و فعلا در این عرصه فعالیت دارین؟ در قدم اول سبک ورزشی رزمی چوایلی فود و شو کنفو به کشور چین توسط دکتر چان هانگ بنیانگذاری و اساسگذاری شده بود و از او به کشورهای آسیایی و خودم به سال 1375 به سال 1360 که من دوره آموزشی سبک کنفوتوار کار میکنم. از سال 1975 به آموزش فنون رزمی چوایلی فود و شو کنفو اقدام کردم. سال 75 در کجا آموزش یا دوره دیدین استاد؟ دوره آموزشی سبک چوایلی فود و شو کنفو به کشور پاکستان اونجی زیر نظر استاد مبارک علی شان آموزش دیدم. استاد، از سال 1360 گفتین، چند سال عمر دارین؟ والا سال خیلی خوبی کردیم دیگه، جوان ماندم به هر حال. بله معلوم استاد جان. و سالی که شما گفتین باشه جواب شما را بدم، من متولد 1340 هستم دیگه. دوستا پیش خطو ماشین حساب بگیریم ببینیم چند سالیم. بله نو خلاص 57 سال. بسیار جوان مانده. تشکر علیکم. خب این سبک ورزشی که شما دارین فعلا در داخل هرات، آیا مخاطب زیاد جذب کرده برای خود یا نکرده؟ چه قسمی باشد؟ چقدر طرفدار دارین شما این فعلا؟ در قدم اول بنیانگذار سبک چوایلی فود و شو کنفو چینی من خودم هستم. به افغانستان این سبک را از پاکستان آوردم به افغانستان و بنیانگذار این سبک من هستم و کلاب مرکزی ما به خود هرات هست و از هرات که بگذاریم میریم به ولایات مثل کابل، ننگرهار، لوگر، جلال آباد، قندهار ما نمایندگی های داریم از این سبک فعالیت را شروع کردم، فعالیت ورزشی رزمی چوایلی فود کنفو. و به هرات هم واقعا ما مخاطب، به هرات هم ما ورزشکاران زیادی توانستیم جذب کنیم به کلاب‌های ورزشی خود. بسیار عالی. استاد، گفتین که در دیگه ولایت ها هم کلاب‌های ورزشی دارین و میشه بگین که آیا مسابقات داخلی و خارجی هم داشتین که خارج از محدوده کشور ما افغانستان باشه، یا مسابقات داخلی که داشتین کجا بوده و چه گونه مسابقاتی بوده؟ مسابقات ما مسابقات تیم منتخب داشتیم به خود هرات و به مرکز رفتیم که عضو تیم ملی شدم از شاگردان ما، ورزشکاران ما. درست. و همچنین ما به ولایات هم مسابقات دوستانه داشتیم و از او که بگذاریم به از سال 75 تا الحال ما 9 مسابقات خارجی داشتیم که یکی به ترکمنستان بود، به جمهوری اسلامی ایران بود و به پاکستان. 7 مسابقات ما به پاکستان داشتیم. بسیار عالی استاد. از طرف مسئولان ورزشی و فدراسیون های ورزشی ما یا مورد حمایت و تشویق قرار گرفتین یا نه استاد؟ سبک ورزشی ما یعنی چوایلی فود و شو کنفو چینی زیر نظر ریاست تربیت مدنی افغانستان و آمریت ورزشی هرات هستیم. ما
ثبت شده هستیم، جواز فعالیت داریم از طرف ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان و به خصوص آمریت ورزشی ولایت هرات واقعا ما تشویق زیاد نمودم، هم لازم مادی و معنوی. بسیار بیننده های عزیز، تصاویری از تندیس ها و مقام هایی که استاد آورده هن آمده است، با همدیگر میبینیم و زود برمیگرد. دوباره برگشتیم و دیدیم که استاد عزیزمان نام خدا چقدر مدال ها و تندیس های زیاد در کسب نمودن، واقعا باعث افتخار ما و تمام هموطنان عزیز ما هستیم جناب استاد. استاد، درباره کلاب های ورزشی که فعلا در سطح هرات دارین میشه برای ما معلومات بدین که در کدام قسمت هست و چه مقدار شاگرد دارین؟ کلاب مرکزی ما به جاده بیزاد واقع است و چند کلاب دیگه ما به چند نایی از شهر هرات هست که فعالیت ورزشی دارن و تعدادی از جوانا به اونجا فعالیت ورزشی دارن و جذب خود خود ما نرساختیم که میتونن با همراه ما ورزش کنن. بسیار عالی. خب فکر کنم که همکاران ما تصاویری هم آماده ساختن از جریان تمرینات شما و بیننده عزیز با هم دیگه میریم و تصاویر رو میبینیم و برمیگردیم و همچنان با ما باشید.
دوباره خوش آمدید، در خدمت شما هستیم و با مهمان عزیز خود استاد حمید خالقی، استاد سبک چوالی فود کنفو چینی در افغانستان و فعلا در ولایت هرات فعالیت دارند. جناب استاد، میخوایم یک کمی سوالات شخصی تر از شما بپرسم و اولین سوالم این است که از اینکه یک چهره شناخته شده برای همه هموطنان ما هستین، برخورد مردم عزیز ما با شما چگونه است وقتی که شما در کوچه و بازار میبینن؟ چه قسم طرف شما میبینن و چه قسم برخورد میکنن؟ من از اوایل طفولیت دوران کودکی من آرزو داشتم که بتونم به کشور عزیز خوب، برای مردم خوب، برای جامعه خوب یک فرد مفید باشم که بتونم یک قدم نیکی برای از اینا بردارم و خوشبختانه با سعی کوشش خودم و تشویق دوستا و جامعه ما من توانستم یک فردی باشم به جامعه و فرمودیم که دوستا با چین نگاهی به شما نگاه میکنم. واقعا من از تک تک هموطنان عزیز خوب من تشکر میکنم، وقتی که من میبینم به هر حال برای من قوت قلبیم، برای من انرژی میدم و با دیدن من اونا شادمان میشم و میگم که ما توانستیم از هنری که استاد داره ما استفاده ببریم و من خدا خود رو شکر میکنم، سپاسگزارم که توانستم به جامعه خود خدمت کنم و از طریق همی ورزش و همی هنری که دارم من توانستم به جامعه یک خدمتگار باشم. چرا دوستا واقعا یک رفتار خوب و خوش نیکی با من دارم و خودم این نگاه از اینا، رفتار از اینا باعث میشه که من بیشتر دلگرم به هنر خود، به جامعه خود و عرصه خدمت باشم. پس بسیار راضی هستین از برخورد مردم؟ من رضایت کامل دارم. تشکر استاد. آیا از زندگی و کارهای روزمره خود راضی هستین استاد؟ راضی هستم. خب به من اگه از زندگی خو ناراض باشم، خب مردم جلوی من میگیرم، میگم خداوند برای تو عزت، آبرو، احترام، هنر، سلامتی که از همه مهمتره، بله، جامعه خوب در اختیار تو گذاشته، چرا ناراض بشی؟ نه، من راضیم از وجود خو، از این عزت و اعتبار و سلامتی و بزرگترین نعمتی که خداوند در اختیار ما گذاشته، من زندگی خود راضی هستم. واقعا زندگی خوب و خوش و شیرینی دارم و همیشه من به شما جوانا و دیگه دوستا و بخصوص بیننده هایی که همین لحظه من میبینم، من دعام یه که میگم خدایا همیشه زندگی هموطنان ما شیرین باشه. بسیار تشکر استاد. چی گفتنی داری استاد برای بیننده های عزیز یا هموطنان ما که ورزش نمی کنن و زیاد علاقه مند نیستن به ورزش، گفتنی شما چی هست برای از بیننده عزیز؟ من همیشه کلام من کلام ورزشی بیده، حتی اگه متوجه شده باشیم از اول من یک سبب سلام ورزشی تقدیم شما و بینندگان عزیز کردم. پس واقعا ورزش باید بکنیم، اگر ما هم سالم باشیم، با نشاط باشیم، یعنی مثل ما جوان بمانیم، باید ورزش کنیم. وقتی که ما شما ورزش میکنیم یک جامعه سالمی داریم. کسانی که ورزش میکنم به غیر از اینکه یک خدمتگار به جامعه باشم، به غیر از اینکه اینا فقط به عرصه خدمت به جامعه، دیگه به ایسون و ایسونی پا نمیگذارم. پس ورزش خیلی تاثیر داره و من برای شما دوستا توصیه میکنم که بیم ورزش یکی از رکنای اساسی زندگی خود ما و شما قرار بدیم. اگر ما هم سالم باشیم، جامعه خیلی خوبی داشته باشیم، ورزش کنیم و اگر متوجه باشیم که ورزشکاران ما به جاهای پرچم کشور عزیز ما افغانستان به اعتزاز در آوردن که اصلا ما و شما فکر نمیکردیم. پس ورزش واقعا سرفراز برای کشور خو، ورزشی که ما میتونیم جامعه سالمی داشته باشیم. بسیار عالی، تشکر استاد. جناب استاد، میشه بگین که کی ازدواج کردین و ثمره ازدواج شما چند اولاد میباشه؟ ثمره ازدواج ما، اول که من از زندگی خوب واقعا راضیم که خداوند برای من بهترین نعمت عطا نموده. هر کس زن و مرد به دنبال کسی میگرده که با او مطابقت داشته باشه، که خداوند برای من همسر عطا فرمود که طبق میل زندگی منه و ثمره زندگی من سه اولاده، که اولاد کلون ما پسر ما الیاس خلقی 15 ساله و پسر بعدی ما که ادریس خالقی حدوداً 12 ساله که، و دختر کوچولو ما به نام آسنات خانم که یک خوبی دیگه ای که پسر ما ادریس خالقی او هم مجری تلویزیونه، یعنی توانستیم ما او را به جامعه یک فرد مفیدی تقدیم کنیم. بسیار عالی، تشکر استاد جان. در پایان اگر یک خاطره جالبی از جریان مسابقات یا کارهای روزمره اگر
فعلا در ذهن شما هست برای ما و بیننده عزیز ما بگین؟ من دو خاطره را برای شما میگم. یک خاطره که فعلا هم به جریان کار هسته که ما خانواده ورزشی هستیم، من ورزش میکنم، خانم اولادام همه ما ورزش میکنیم، پس شما هم دوستا ورزش کنیم. و خاطره بعدی ما که به سال 78 ما از پیشاور پاکستان برای ما دعوتنامه مسابقات ورزشی آمده بود، ما همراه 7 نفر رفتیم به پاکستان. اون مسابقات را دوستان برنده شدم، مقام اول کاپ قهرمانی گرفتم. بعد به میالت شهرستانای پاکستان از ما درخواست مسابقات دادن، مثل راخور و پاکستان، سند، کویته، کراچی. اینا ما یک دوره، یک زنجیری، یک مسابقات زنجیری داشتیم که به 7 شهر پاکستان ما رفتیم و قانونا رسما مسابقات از آن خود رو ساختیم، مقام کسب کردیم. روز برگشت به مرز اسپین بولدک ما با کل کاپ و مدال قهرمانی وارد شدیم. اصلا ما خودمون تعجب مونده بودیم. این یک خاطره شیرینه برای ما که ما برای یک مسابقات رفته بودیم ولی 7 مسابقات از آن خود رو ساختیم. و از طریق از طرف فدراسیون و ریاست کمیته ملی المپیک واقعا تشویق شدیم. زنده باشین. واقعا باعث افتخار ما و تمام هموطنان عزیز ما است. و در پایان اگر کدام گفتنی مانده میشه که برای بیننده عزیز ما بگین؟ سوالات شما پرسیدیم و من برای شما و برای بینندگان عزیز تلویزیون شما می را آرزو دارم که همیشه موفق باشیم، سربلند باشیم، پیروز باشیم و ورزشکار باشیم. تشکر استاد عزیز از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و حاضر به مصاحبه با ما شدین. ما به خدمتتون. تشکر باشیم. سپاس از شما بیننده‌های عزیز که تماشاگر برنامه ما بودین. این بود برنامه ورزش و سلامتی این هفته ایمان. تا هفته بعدی و مهمان بعدی و سبک ورزشی بعدی که برای شما معرفی می‌کنیم، شما را به یک تایبی همتا می سپاریم. تا درود دیگر، بدرود.